مرگ دیگه آخر کاره درسته یا نه تا حالا همه ماها در مورد آدم های زیادی که تقریبا یه بار مردن اما بعدش به زندگی برگشتن شنیدیم و از خودمون پرسیدیم که آیا این آدم ها واقعا از مرگ برگشتن یا نکنه فقط فکر کردن که مرده بودند تجربیات نزدیک به مرگ موضوع مهمی است. تا حدی که مثلا تنها در آمریکا تا حالا 9 میلیون نفر گزارش کردند که دچار تجربیات نزدیک به مرگ شدند و در کل تقریبا یک سوم از کسانی که در بستر مرگ به سر می بردند یه همچین رخدادی رو گزارش کردند. عموما این آدم ها در اون شرایط احساس آرامش، جدا شدن از بدن و دیدن نوری روشن در انتهای یک تونل رو داشتند. یا مثلا اونهایی که این تجربه رو در بیمارستان و ضمن بیهوشی به دست آورده بودند گزارش کردند که در تمام مدتی که از لحاظ بالینی مرده به حساب می آمدند داشتن اونچه که در اتاق عمل میگذشته رو تماشا می کردند یا صدای صحبت های حاضرین در اتاق عمل رو میشنیدند تجربیات نزدیک به مرگ در زندگی اون آدم هایی که چنین تجربیاتی داشتند یا آدمهایی که داستان چنین تجربیاتی رو شنیدند تغییرات زیادی ایجاد کرده و باعث شده که مثلا یه سریا به این نتیجه برسن که زندگی کوتاه و در این فرصت کم نباید برای فکر کردن در مورد مشکلات آینده وقت گذاشت باید تا جایی که میشه خورد و گشت و گذار کرد و خندید و رقصید چون مرگ خیلی به ما نزدیکه یا باعث شده که معتقدین به خدا و دینداران به این نتیجه برسن که این تجربیات قبل از مرگ وجود زندگی بعد از مرگ رو اثبات میکنن و نشون میدن که بعد از مرگ یه مدل دیگه از زندگی در جریانه. به عبارت دیگه اونا میگن خدا برای بعد از مرگ ما هم برنامه ریزی هایی کرده پس باید تو زندگی حواسمون رو حسابی جمع کنیم و سعی کنیم بفهمیم خدا چرا ما رو به وجود آورده و از ما چی میخواسته تا به این شکل بتونیم از پس اون معمولیتی که در این زندگی خدا روی دوش ما گذاشته بر بیاییم و بعد از مرگ به زندگی بعدی وارد بشیم حالا سوالی که مطرح میشه اینه که آیا اصلا دانشمندا میتونن چنین پدیده هایی رو به شکل علمی مورد آزمایش قرار بدن؟ خب علم برای بررسی این موضوع به دو نکته توجه میکنه اولین اینکه قالب کسانی که چنین تجربیاتی داشتند از احساس خوبی که در اون شرایط تجربه کردند صحبت می کنند و میگن وقتی که ما از بدنمون جدا شدیم حس آرامش و راحتی داشتیم در واقع اونها یا کلا استرسی نداشتند یا خیلی خیلی کم استرس داشتند دومین نکته اینه که به نظر میاد فرهنگ یا دین آدم های مختلف بر روی تجربیاتی که داشتن اثر داشته. مثلا خیلی از مسیحیان گزارش کردند که در ضمن تجربیات نزدیک به مرگشون عیسی رو ملاقات کردند. خیلی از هندوهای هندی گفتن که در اون شرایط یامراج پادشاه مرگ رو ملاقات کردند و خیلی از مسلمان ها گزارش کردند که در ضمن تجربیات نزدیک به مرگشون با افراد مقدس منتصب به مذهبشون یا با اسرائیل و فرشته مرگ ملاقات کردند. در یکی از تحقیقات علمی که اخیرا توسط عصبشناسانی چون بلانکی، فیور و دیگس انجام شده، اونها به این نتیجه رسیدند که تجربه حضور در خارج از بدن در نتیجه ایجاد شدن اختلال در بخشی از مغز رخ میده که بهش میگن تمپورال پاریتال کورتکس اینجا همون منطقه ای از مغزه که در ما احساس خود و من بودن و همینطور احساس در بدن بودن رو ایجاد میکنه یه سری تحریکات الکترومغناطیسی خاص در این ناحیه از مغز میتونن حس تجربی خارج از بدن بودن رو در ما ایجاد کنند ضمن اینکه این, این محققان نشون دادن که نورون های کل شبکه عصبی مغز میتونن روی اعصاب این ناحیه از مغز تاثیر بذارن و در احساس عرفانی خارج از بدن بودن ما دخالت داشته باشن به هر حال اونچه که مشخصه اینه که هر جور تحریکی که گیرنده های حسی بدن ما دریافت می کنند و هر اونچه که ما به عنوان واقعیت درک و تجربه میکنیم از فیلتر مغز ما میگذرند و قبل از اینکه هر احساسی تبدیل به ادراک بشه به واسطه ی فعل و انفعالات شیمیایی مغز تجزیه و تحلیل میشن بنابراین با هر تفاوتی که در فعل و انفعالات نورونهای مناطق مختلف مغز به وجود میاد در ما هم تجربیات متفاوتی به وجود میاد به عنوان مثال اگه نورون های نیمکره چپ مغز ما بیشتر از معمول تحریک بشن نتیجهش این میشه که احساس زمان در ما تغییر میکنه و حس پرواز بهمون به دست میده زمان هم که نیمکره راست مغزمون بیشتر تحریک بشه آدم میتونه احساس کنه که با ارواح در ارتباط و صداهایی میشنوه برابر این به عقیده این محققان خیلی از اون چیزهایی که آدم ها از تجربیات نزدیک به مرگ گزارش میکنن میتونه با تحریکات مختلف قسمت های مختلف مغز توضیح داده بشه مثلا تحقیقات نشون میدن وقتی که بدن یه انسان داره میمیره در بدنش اندروفین ها آزاد میشن اندروفین ها یه سری هورمون های طبیعی هستند که در زمان های میشن که بدن از لحاظ فیزیکی در فشار زیادیه و داره رنج میکشه و ترشح اونها در آدم احساس خوب ایجاد میکنه کلا در شرایط سخت بدن انسان به طور طبیعی این هورمون ها رو آزاد میکنه تا درد و رنج رو کم کنه البته این اندروفین ها در زمان هایی که آدم فاصله های طولانی رو میدوه هم در بدن آزاد میشن برای همینم هم خیلی ها از این اندروفین ها با عنوان مخدرهای طبیعی یاد میکنند تحقیقات نشون میدن وقتی که یه نفر داره میمیره به دلیل ترشوه مقدار زیادی اندروفین در بدنش در طرف احساس آرامش و رضایت به وجود میاد نه به دلایل معنوی زمنان خیلی از انسانهای در معرض مرگی که با داروهای بیهوشی از جمله کتامین تحت بیهوشی قرار گرفتن هم تجربیات نزدیک به مرگ رو گزارش کردند. یعنی این تجربیات از عوارض جانبی داروهای بیهوشی هستند. بنابراین از نظر علمی یه انسان در معرض مرگی که توی بیمارستان وزیر بیهوشیه میتونه تجربه بیرون از بدن بودن رو داشته باشه. بر اساس یه تحقیقی که به واسطه یه ریک استراسمن پروفسور روانپزشکی دانشگاه نیومکسیکو در سالهای بین 1990 تا 1995 صورت گرفت اون فهمید آدم های زیادی بعد از تزریق DMT یا همون NN دیمتیل تریپتامین تجربیات نزدیک به مرگ پیدا کردند DMT یه داروی روانگردان بسیار قویه که بهش مولکول روح هم میگن و قرنهاست که آدم ها دارن غالبا به صورت استنشاقی یعنی از طریق مکش بینی و یا به شکل یه جور نوشیدنی ازش استفاده میکنن ضمن اینکه از این دارو برای بیهوشی بیماران قبل از عمل جراحی هم استفاده میشه بومیان آمازون از این نوشیدنی روانگردان به عنوان معجون شفا بخش یاد میکنند و توی مراسم های مختلف برای ایجاد حس خلصه یا یه سری حس های معنوی و عرفانی ازش استفاده میکنند. DMT فقط از گیاهان به دست نمیاد. توی بدن ما انسان ها هم این ماده تولید میشه و درست مثل سروتونین که یه انتقال دهنده عصبیه و روی خلق و خوب و حس گرسنگی و خواب ما تاثیر گذاره DMT تاثیرات خوبی روی بدن میتونه بذاره مثلا میتونه احساس سرخوشی در انسان ایجاد کنه و آدم رو خوش اخلاق کنه اما فقط اینا نیست ترشح زیاد این ماده در بدن یا مصرف زیاد این ماده میتونه در انسان توهم بسری و شنوایی ایجاد کنه. یعنی میزان زیاد این ماده در بدن باعث میشه که آدم چه با چشم باز و چه با چشم بسته تصاویری ببینه که واقعی نیستن یا صداهایی بشنوه که واقعیت ندارن و تجربیاتی رو ادراک کنه که براش کاملا ملموس و معنادار باشن در حالی که اون تجربیات چیزی به جز توهم نیستن از عوارض بدتر این ماده در بدن میشه به افزایش ضربان قلب، افزایش فشار خون، ترس، استراب و پارانویا اشاره کرد. پارانویا یعنی توهم شدیدی که در انسان حس در خطر بودن، در معرض آزار بودن، حسادت بیدلیل یا خود بزرگ بینی اقراق آمیز ایجاد میکنه. زمنان مصرف زیاد نوشیدنی DMT میتونه ایجاد تهوع استفراغ یا اسهال کنه کلا میزان اثراتی که روانگردان DMT به جای میذاره به دوز مصرف شده بستگی داره. مصرف دوز کم از این ماده توهم زان نیست اما مصرف زیاد اون یا ترشوه زیاد این ماده در بدن میتونه توهم حرکت یا لرزش اجسام رو ایجاد کنه یا ممکنه که طرف اشیاء رو رنگارنگ تر ببینه و حس کنه که اشیاء حالتهای هندسی متفاوتی دارند. گاهی وقتا به همراه سرخوشی خیلی زیاد این حس ایجاد میشه که درون نور خیلی شدیدی قرار دارن و گاهی اونقدر آدما چیزایی که در اطرافشون میبینن براشون عجیب میشه که به این نتیجه میرسن که در یه دنیای دیگه حضور دارن البته همونطور که گفتم این عوارض بسته به دوز مصرف و همینطور شرایط بدنی آدم های مختلف میتونه در انسان های مختلف به اشکال متفاوتی ایجاد بشه وقتی میزان زیادی از این ماده در بدن وجود داشته باشه یه جهان دیگه جایگزین جهانی میشه که اون آدم در مقابلش داشته جهان جدیدی که اشیاء جدید و موجودات جدید و حتی هوشمند یا قدرتمندی میتونه داشته باشه موجوداتی که میخوان با فردی که داره این توهمات رو تجربه میکنه ارتباط داشته باشن در این شرایط فرقی نمیکنه که اون آدم چشماش باز باشه یا بسته باشه در حال یه سری تصاویر عجیب و غریب و غیر طبیعی و رنگ و رنگ رو می بینه و بعد از یه دوره اولیه استراب حس سرخوشی زیادی بهش دست میده. این توهمات و جدا شدگی از واقعیات اونقدر میتونه شدید باشه که فرد حس کنه که دیگه در درون قالب بدنش نیست یا حداقل حس کنه از بخش هایی از بدنش جدا شده افرادی که در چنین شرایطی قرار داشتند گزارش می کنند که دنیایی که در اون شرایط تجربه کرده بودند از دنیایی که ما می شناسیم واقعی تر بوده بعضیاشون این حس رو داشتند که با سرعت خیلی زیادی وارد یه جای جدید شده بودند در بعضیاشون حس عجله یا سردرگمی به وجود اومده و بعضیا گزارش کردند که حس میکردن سرشون به شدت داره میلرزه و یه صدایی ناله مانند میشنیدند حتی خیلی از مصرف کنندگان DMT ام تی تجربه ی حرکت درون یه تونلی رو هم گزارش کردند و گفتند که در این حالت حسشون شبیه کسی بوده که توی ترن هوایی و داره اون تونل رو طی میکنه همه این عوارض به میزان جدا شدگی اونها از بدن یا از واقعیت معمول بستگی داره یعنی ممکنه بعضیا در عین حال که دارن این توهمات رو تجربه میکنن و چشماشون هم بازه به طور کامل ارتباطشون رو با واقعیت از دست نداده باشند. از طرف دیگه بالاترین درجه توهمات و جدا شدگی از واقعیات هم به شکلی که حتی آدم ها لغتی برای توصیف تجربیات و توهماتشون پیدا نمی کنند مثلا در ضمن شدیدترین توهماتی که تا حالا در آدم ها به وجود اومده توصیف هندسی اشیاء مختلفی که تجربه کردند براشون ممکن نیست حتی نمیتونن اون رنگ هایی رو که تجربه کردند توصیف کنند واسه همین به این نتیجه میرسند که اون مکانهایی که اونها تجربه کردند مکانهایی زمینی نبودند مطالعات استراسمن نشون داد که بیشتر از نیمی از کسانی که قبل از عمل جراحی این دارو بهشون تزریق شده بود دچار یه سری تجربیات عرفانی و مذهبی شده بودند ادراکاتی که عموما شامل ارتباط با موجودات غیر انسانی و تجربیات خارج از بدن میشه بر اساس تحقیقات استراسمن در بستر مرگ قده آل در بدن انسان میتونه به میزان زیادی دی ام طبیعی ترشح کنه و ترشح همین ماده در بدن در زمان مرگ میتونه تجربیات نزدیک به مرگ آدم ها و حس جدا شدن از بدن در اونها رو توضیح بده. به غیر از اینها تحقیقات علمی نشون میدن که اسکیمیا یا کمبود اکسیژن مغز هم میتونه تجربه بیرون از بدن بودن رو ایجاد کنه و میشه گفت این راهیه که از اون طریق بدن در هنگام مرگ یا در هنگام مواجه شدن با استرس و فشار زیاد سعی میکنه با درد مقابله کنه و با ایجاد حس جدایی از بدن تلاش میکنه که شدت درد در یادم رو کمتر کنه اما متداول ترین توضیح در زمینه ی تجربیات نزدیک به مرگ با عنوان داین برین هایپاتاسس یا فرضیه ی مغز در حال مرگ شناخته میشه. این تئوری میگه وقتی سلول های مغزی شروع به مردن میکنن به شکل تصادفی سیگنال هایی از امواج ضعیف الکتریکی تولید میکنند. انگار که این نورون ها دارن نفس های آخرشون رو میکشند. و این سیگنال های تصادفی میتونه در فرد توهماتی رو ایجاد کنه توهماتی که همون تجربیات غیرواقعی واقعی هستند که به عنوان تجربیات نزدیک به مرگ شناخته میشن یعنی وقتی سلول های مغزی در معرض مرگ قرار بگیرن احتمالا چنان استرس و فشار زیادی رو متحمل میشن که در نتیجه شلیک های تصادفی امواج ضعیف الکتریکی از اونها همون توهماتی ایجاد میشه که آدم از تجربیات نزدیک به مرگشون تعریف میکنند. البته با وجود همه این توضیحات، تحقیقات علمی در زمینه تجربیات نزدیک به مرگ هنوز کامل نیستند. بنابراین اون توضیحات فعلا نمیتونن تمام اون جریاناتی رو توضیح بدن که آدم ها از تجربیات نزدیک به مرگشون گزارش میکنن منظورم اینه که در حال حاضر همه اون تجربیات گزارش شده به عنوان تجربیات نزدیک به مرگ توضیح علمی ندارن چرا که شما حساب کنید مغز یک انسان تقریبا از 100 میلیارد سلول ساخته شده و بین این سلول ها بیش از یک هزار تریلیون ارتباط برقرار میشه بنابراین حتی دو تا آدم رو نمیشه پیدا کرد که کنش و واکنش های سلول های مغزیشون شبیه به هم باشه به همین ترتیب هیچ دو تا آدمی هم وجود ندارن که تجربیاتی کاملا شبیه به هم داشته باشند. اما بازم با این حال همچنان همین تحقیقات کامل نشده ی علمی دلایل خوبی در زمینه ی غیر ارفانی بودن و غیر معنوی بودن این تجربیات ارائه میدن. دانشمندان اسم این تجربیات رو گذاشتن تجربیات نزدیک به مرگ و حرفشون اینه که این تجربیات مربوط به بعد از مرگ آدم ها نمیشن. در واقع اونها تجربیاتی هستند که یه آدمی که زنده است احساس و ادراک کرده اونا میگن زندگی یعنی تجربه یعنی حس و احساس و مرگ یعنی پایان تجربه و پایان احساس و ادراک بنابراین تا وقتی که احساس و تجربه وجود داره مرگ رخ نداده و این تجربیات معمولا تجربیات نزدیک به مرگ یا قبل از مرگ محسوب میشن اگه یادتون باشه ما قبلا در ویدیوهایی چون تقابل زندگی و انتروپی، منشأ حیات، روح از نگاه علم و شایدم چند تا ویدیوی دیگه در مورد معنای زندگی و چیستی روح از نگاه علم صحبت کردیم و به این نکته مهم اشاره کردیم که نه علم وجود چیزی به نام روح رو تایید میکنه و نه هنوز یه توضیح دقیق و قابل قبول برای همه در مورد چیستی زندگی وجود داره بنابراین شاید دلیل اینکه هنوز برای بعضی از تجربیات نزدیک به مرگ دلیل علمی وجود نداره این باشه که ما هنوز تعریف دقیق و بیعیب و نقصی از مرگ هم نداریم. شاید یه فاکتورهای دیگه هم وجود داشته باشن که ما اونها رو برای تعیین و مشخص کردن مرگ در نظر نمیگیریم. مثلا گاهی در حالی که قلب از تپش افتاده همچنان سلولهای بدن حتی تا ده ساعت بعد از از کار افتادن قلب زنده است. در این صورت آیا طرف مردست یا زنده؟ حالا از اون طرف گاهی در حالی که قلب هنوز میتپه سلول های مغزی از کار میافتند و با همین شرایط میشه چنین شخصی رو زنده نگه داشت آیا شخصی که قلبش میتپه ولی مغزش دیگه کار نمیکنه مرده است یا آیا میشه رو شرایطی که این شخص داره اسم زندگی رو گذاشت بنابراین یه سری از تشخیص های بالینی از مرگ یا حتی از زندگی قراردادی هستند. یعنی این تشخیص ها دارن از احتمال زیاد واقع شدن مرگ یا احتمال زیاد حضور در زندگی صحبت می کنند و غیر قطعی هستند. موضوع اینه که اگه ما میتونستیم بفهمیم که واقعا اون چیزی که به عنوان خداگاهی میشناسیمش چیه و میتونستیم همه ارتباط های بین همه سلول های بدن رو هم درک کنیم اون وقت شاید میتونستیم این پدیده تجربیات نزدیک به مرگ رو بهتر درک کنیم مشکل اینجاست که فعلا هیچ تعریف دقیق و مشخصی از اونچه که ما به عنوان خودآگاهی میشناسیمش وجود نداره. دانشمندان زیادی در مورد تجربیات نزدیک به مرگ نظراتی داشتند و اونها رو با ما در میان گذاشتند. مثلا کارل سیگن، ستاره شناس معروف در مورد اون تونلی که تهش نور روشنی وجود داره میگه این تونل و نوری که در انتهای اون وجود داره بیشباهت به تجربه احتمالی نوزادی که داره به دنیا میاد نیست. منظورش هم اینه که این احتمال وجود داره که در زمان تجربه نزدیک به مرگ داره خاطره نهفته و از یاد رفته ی آدم از زمان تولدش دوباره توی ذهنش یادآوری میشه یا مثلا نیل داگریس تایسون در مورد نور ته تونل میگه که اون آدم های نزدیک به مرگی که روی تخت جراحی خوابیدن و داره روشون مثلا احیای قلبی انجام میشه ممکنه که یه حالت نیمه هوشیار داشته باشن و در این حالت چشمشون میتونه امواج نور قوی چراغ بالای میز جراحی رو ببینه در این صورت از اونجایی که مغز اونقدر هوشیار نیست که بتونه درست اون نور رو تجزیه و تحلیل کنه بنابراین این بیمار ممکنه بعد از اینکه به کمک پزشکان حالش بهتر شد در مورد شرایطی که تجربه کرده بگه که من مرده بودم و یه نوری تهی تونلی دیدم ممکنه همه اونهایی که در تجربه نزدیک به مرگشون نور ته تونل میبینن این شرایط رو نداشته باشن اما خیلیشون هستن که بعد از حال وخیم و جراحی پر از بحرانی که داشتن تجربه نور ته تونل رو گزارش کردند. یا همه اون کسانی که در تجربه نزدیک به مرگشون آدم های مقدس رو دیدند با اونها در مورد چیزهایی صحبت کردند که قبلا در کتاب مقدسشون اون حرفها رو خونده بودند. یا اگر در تجربه نزدیک به مرگشون نزدیکان فوت شدهشون رو ملاقات کردند با اونها در مورد حال خوش یا ناراحتی که ممکنه اونها داشته باشن یا جای خوب یا جای بدی که اونها بعد از مرگ رفتند صحبت کردند تا حالا اتفاق نیافتاده که کسی در تجربه نزدیک به مرگش از شخصی که قبلا مرده بوده بپرسه الان اینی که تنته لباسه این لباسها رو از کجا آوردی خب تو زنده نیستی ولی دقیقا اون جایی که هستی کجاست؟ دوره؟ همین نزدیکی هست؟ یعنی تو و امثال تو دقیقا کجا دارید به زندگی بعد از مرگ ادامه میدید؟ و امثال اون منظورم اینه که سوالاتی که در این شرایط از افراد مقدس یا از نزدیکان قبلا فوت شده پرسیده میشه حاوی اطلاعاتی هستن که با عنوان دین یا عرف یا احساسات اجتماعی در همین دنیا و همین زندگی که ما میشناسیم بهش پرداخته میشه و هیچ وقت هیچ اطلاعات منطقی یا علمی از دنیای دیگه در اون پرسش و پاسخها نیست و اینجاست که تفاوت بین اعتقاد داشتن به یک چیز و استفاده از ابزار و تجهیزات علمی برای اثبات حقیقت عینی هر چیز مشخص میشه. ماهیت علم اینه که تنها اون چیزهایی با علم قابل تایید و اثباتند که قابلیت تکرار داشته باشند قابل آزمایش باشند ضمنا بعد از آزمایش های مداوم و تکراری قابلیت تایید شدن یا رد شدن رو هم داشته باشند و این تایید شدن باید هم به واسطه حواس انسانی و تجهیزات آزمایشگاهی و تجربی قابل انجام باشه و هم باید محاسبات ریاضی و منطقی اونها رو تایید کنند. بنابراین اگر چیزی قابل تکرار نباشه قابل آزمایش هم نیست و اگر چیزی قابل آزمایش نباشه قابل محاسبه ریاضی و منطقی هم نیست. در نتیجه ازش نمیشه نتیجه گیری علمی کرد و اعتبار علم به آزمایش ها و محاسبات تکراریه که همشون به یک نتیجه میرسند. و ما همه دستاورت های علمیمون رو مدیون همین آزمایشات تکراری و محاسبات ریاضی و منطقیمون هستیم. اما علا همه این حرفها، آرزوی زندگی بعد از مرگ در آدمها اونقدر قویه که انسان بعد از مواجهه با هر پدیده ناشناخته ای ناخداگاه به فکر اثبات وجود زندگی بعد از مرگ میافته. این در حالیه که جواب علم در این مورد کاملا سریحه و میگه چیزی با عنوان زندگی پس از مرگ وجود نداره.